از آخرین سخنران امروز آقای بابک یزدی عضو کنس کارگری ایران دعوت میکنم که صحبت کنن و بعد با شما آرام آرام به درود میگیم. آقای یزدی بفرمایید. درود بر شما دوستان، خسته نباشید. تشکر میکنم از حضور گرم تک تکتون در اینجا. دوستان اول اشاره کردن این کمیته ما در اعتراض به فوتبال بود و خوشبختانه ما در امروز در همین ساعت قرار بر این بود که بازی دوستانه بین تیم ایران و تیم جمهوری اسلامی برگزار بشه. خوشبختانه به همت، تلاش، کوشش، نوشته، تماس، مصاحبه دوستان، فردی، تشکیلاتی، سازمانی و در رأسشون خانواده‌های پرواز 752 و حامد عزیز تونستیم کنسل کنیم. تبریک به همه شما، تبریک به خانواده‌ها، تبریک به کل جنبش دادخواهی و تبریک به همه سرنگونی طلبان و تسلیت به جمهوری اسلامی و لابیا و مزدورا و ICCشون در کانادا. دوستان ما برنامه ریخته بودیم این گوشه کاری که ما داشتیم، میگم خیلی کار شده بود، گوشه کاری که ما داشتیم قرار بود از داخل فرودگاه تا توی هواپیما تا داخل استادیوم تا مسیر را تا فرودگاه استقبال گرمی از بویژه همراهان تیم که مزدورای رژیم بودن، اطلاعاتی ها بودن، استقبال گرمی ازشون بکنیم. خوشبختانه کنسل شد و اما میرسیم به امروز. در ادامه همون اسم کمیته ما، کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران هست. آقای هودشتیان فکر کردن فقط آبادان هست، نه، در ارتباط با همبستگی با مردم ایران هست و ما سعی میکنیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی از هر جناح و دستش در کنار هم باشیم. دوستان این مسابقه فوتبال که کنسل شد فقط برای رژیمی ها در تورنتو نبود، در کانادا نبود، یک شکست، یک گام، یک سنگر ما فتح کردیم و اونا عقب نشستن. همونطور که دادگاه حمید نوری فقط محاکمه حمید نوری نبود، محاکمه کلیه سران جمهوری اسلامی بود. دوستان شخص خامنه ای و رژیم رئیسی جلاد قتل 67 را آورد که مثلا مردم را مرعوب کنه، مثلا مردم را بفرسته خونه، مثلا ساکت و آروم کنه بترسونه، ولی دیدیم علارغم جنایت های جمهوری اسلامی که بیشتر شد و زندان و شکنجه و اعدام و فقر و فحشا و اعتیاد بیشتر شد، یه قلم اعدام جمهوری اسلامی بیش از 50% جهان هست. یعنی جمهوری اسلامی به تنهایی بیش از 50% جهان اعدام میکنه. گفتم بر فقر، فحشا و اعتیاد، زندان، شکنجه، اعدام اول است. متاسفانه کشور ما به جایی که در رفاه، آسایش، خوشی، شادی مردم اول باشیم، رژیمی اومده روی کار که 43 سال جنایت کرده و هر اینجور اول شدیم. دوستان ما میدونیم که این جنبش ها و این شریان های کوچک، این رودهای کوچک اگر به هم بپیوندن، الان میدونیم که رژیم در چند شهر اگر اعتراض و اعتصاب بشه میتونه سرکوب کنه، ولی اگر این اعتراضات، این اعتصابات، این تظاهرات و این اعتصابات عمومی و اعتراضات عمومی سراسری بشه از شمال تا جنوب، مشرق تا مغرب، این شریانهای کوچک به رود عظیم جنبش انقلابی مردم تبدیل میشه و جمهوری اسلامی رو همه میتونیم با هم به گورستان تاریخ بسپاریم. دیر نیست، ولی دوستان یک موردی که نباید اشاره کنم در ادامه صحبت دوستمون آقای هودشتیان، ببینید جوامع مدرن و متمدن و قرن 21 امروز مردم از طریق احزاب سیاسی دخالت میکنن تو سیاست. در کانادا ما دیروز انتخابات داشتیم، احزاب مختلف، طبیعتاً جامعه از تفکرات، گرایشات، جنبش‌ها، طبقات و منافع مختلف تشکیل میشه. به همین دلیل احزاب مختلف در جوامع شکل میگیرن. خیلی هم جالبه ما اینجا تونستیم سرنگونی طلبان، چه فردی، چه گروهی، چه حزبی، چه سازمانی، چه جمع بشیم. کسانی که سرنگونی طلب نبودن رو راه ندادیم و دوست داریم که با سرنگونی طلبان بیشتری به ما بپیوندن، چه فردی، چه جریانی، چه حزبی، چه سازمانی. نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که دوستان عزیز، کسانی که تا به حال
به یک حزب سازمان جریان سیاسی خاصی تعلق ندارید، پیشنهاد میکنم هر چه زودتر جریان سیاسی خودتون رو پیدا کنید. چرا؟ چون جامعه‌ای که متحزب باشه، جامعه‌ای که متشکل باشه، دیگه به سادگی مثل سال 57 که خمینی اومد سرکوب کرد نمیتونه سرکوب کنه. فردای سرنگونی جمهوری اسلامی اگه ایران متحزب و متشکلی داشته باشیم با جریانات فکری مختلف، نمیشه مرعوبش کرد، نمیشه سرکوبش کرد. یک مورد دیگه، ما باید همگی در خارج کشور بتونیم سپاه پاسداران را جزء لیست تروریستی قرار بدیم، همه با هم. مورد بعد، رژیم جمهوری اسلامی را باید فشار بیاریم، مثل این که کانادا قتل عام 67 را به رسمیت شناخت، کانادا سفارت جمهوری اسلامی رو تعطیل کرد، ما بودیم، آقای افسری بودن، آقای مریدی بودن، آقای کاوه شهرود دوستمون بودن، ما در یک روز در سه تا پارلمان همزمان، آقای پویا اینجاست از چهار نخبگان، تونستیم در یک روز در سه تا پارلمان جمهوری اسلامی رو محکوم کنیم، قتل عام 67 رو به رسمیت بشناسیم و الان میتونیم اگر فشار بین المللی بیاریم و همه با هم متحد بشیم، جمهوری اسلامی را بایکوت سیاسی، بایکوت ورزشی، بایکوت هنری و حتی سران رژیم و مزدوران رژیم را بایکوت اقتصادی هم بکنیم. به امید سرنگونی کامل جمهوری اسلامی، زنده باد شما، مرد بر جمهوری اسلامی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. با تشکر.